it's time for the Persian program. You can listen to this program every Sunday from 3 to 4:30 p.m. on Digital Radio, online and 101.5 FM. سلام، امروز 28 آبان ماه سال 1391 هجری خورشیدی برابر با 18 نوامبر سال 2012 میلادیه. ما باز همین افتخار رو داریم که از طریق امواج بخش فارسی رادیو ادلید صدای انجمن فرهنگی ایرانیان استرالیای جنوبی مهمون خونه ها و ماشینای شما باشیم. لازم به ذکر این که انجمن فرهنگ ایرانیان استرالیای جنوبی به هیچ گروه مذهبی یا سیاسی وابسته نیست. امروز هم مثل دفعات قبل برنامه‌های متنوعی فراهم کردیم که به تدریج خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. اول طبق رسم همیشگی اخبار رو خدمت شما پخش می‌کنم و بعد از اخبار یک موسیقی زیبا خواهیم داشت و بعد از موسیقی برمیگردیم و با هم صحبت خواهیم کرد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو ادلی. علیرضا هستم به اتفاق همکارانم در چند دقیقه آینده با گزیده از اخبار ایران و جهان همراه با شما خواهیم بود. اسرائیل مقر حماس در غزه را بمباران کرد. در روز چهارم حملات هوایی اسرائیل علیه نوار غزه، مقر جنبش حماس در این باریکه ساحلی توسط اسرائیل هدف قرار گرفته است. شاهدان محلی از وارد شدن خسارات گسترده به این مجتمع خبر می‌دهند. بخش اعظم شب گذشته بدون حمایت هوایی جدید سپری شد، اما گزارشگران از شنیده شدن صدای ممتد پرواز هواپیماهای بدون سرنشین تجسسی در آسمان غزه خبر دادند. اما اندکی قبل از طلوع آفتاب چند انفجار عظیم شهر غزه را تکان داد. جان دانیسون گزارشگر بی بی سی در غزه از وقوع حداقل 5 انفجار بزرگ خبر داده است. پس از اصابت یک راکت به حومه بیت المقدس، اسرائیل 75,000 نیروی ذخیره خود را به حالت آماده باش درآورده و وعده داده که حملاتش علیه نوار غزه را تشدید خواهد کرد. از روز چهارشنبه که فرمانده شاخه نظامی جنبش حماس توسط اسرائیل کشته شده، 28 فلسطینی و 3 اسرائیلی در حملات متقابل موشکی کشته شدند. تظاهرات ضد دولتی در اردن به درگیری کشیده شد. در پی اعلام افزایش قیمت سوخت در اردن، دیروز هزاران نفر در تظاهراتی بی سابقه برای اعتراض به خیابان ریختند. برخی از تظاهرکنندگان شعار سقوط ملک عبدالله دوم را سر دادند. چنین اتفاقی در فضای سیاسی اردن بسیار نادر است. با حذف سوبسید انرژی در اردن، قیمت گاز 2 برابر شده و قیمت بنزین و گازوئیل هم 1/3 بالاتر رفته است. تظاهرکنندگان در پایتخت شعار مشترک انقلاب‌های عربی که شعار مردم سقوط نظام را می‌خواهند را سر دادند. تظاهرات روز جمعه مخالفان مسالمت‌آمیز بود، اما پس از آن هواداران دولت با مخالفان درگیر شدند.
بنا به گزارش‌ها هواداران دولت‌ها ده‌ها نفر از مخالفان را کتک زدند. پلیس ضد شورش نیز چندین نفر از مخالفان را دستگیر کرده است. کلینتون درباره حادثه بنغازی به کنگره آمریکا توضیح می‌دهد. خانم کلینتون در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری مسئولیت حادثه بنغازی را بر عهده گرفت. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده با حضور در کنگره آمریکا درباره حادثه حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی توضیح می‌دهد. به گفته الیانا رایس لیتنین رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، خانم کلینتون پس از آنکه تحقیقات داخلی درباره این حادثه به پایان برسد به سؤال‌های اعضای کنگره پاسخ خواهد داد. خانم لیتنین گفت خانم کلینتون برای حضور در برابر این کمیته متعهد شده است. هیلاری کلینتون در حال حاضر به استرالیا سفر کرده و این سخنان از سوی او تایید نشده است. این خبر در حالی منتشر می شود که تعدادی از مقام‌های بلندپایه امنیتی آمریکا روز پنجشنبه با حضور در کنگره در پشت درهای بسته درباره حادثه بنغازی شهادت دادند. حمله افراد مسلح به کنسولگری آمریکا در 11 سپتامبر امسال که منجر به مرگ کریس استیونز، سفیر ایالات متحده در لیبی و 3 آمریکایی دیگر شد، تبدیل به یک دردسر سیاسی برای دولت باراک اوباما تبدیل شده است. جمهوری خواهان کنگره کاخ سفید را به پنهانکاری و ارائه اطلاعات نادرست در این باره متهم کردند و خواهان دریافت جزئیات این حادثه هستند. به گفته آنها دولت باراک اوباما تمهیدات لازم را برای تأمین امنیت نمایندگی های سیاسی خود در لیبی به کار نبسته بود. رامنی: اوباما برای پیروزی به اقلیت ها امتیاز داد. میت رامنی کاندیدای پیشین جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت که هدیه های باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور باعث شکستش در انتخابات شده است. به گفته میت رامنی آقای اوباما امتیازهای زیادی به سیاه‌پوستان آمریکا، لاتین تبارها و جوانان داد تا در این انتخابات پیروز شود. آقای رامنی برای نخستین بار پس از انتخابات در جمع فرماندهان جمهوری‌خواه در شهر لاس وگاس ایالت نوادا سخنرانی کرد. او در روز 6 نوامبر با تفاوتی چندان چشمگیر و بیش از آنچه انتظار می‌رفت در انتخابات ریاست جمهوری از آقای اوباما شکست خورد. آقای اوباما موفق شد با کسب 332 رأی مجمع کالج از آقای رامنی جلو بزند. آقای رامنی تنها 206 رأی این کالج را از آن خود کرد. ایالت‌های اوهایو، ویرجینیا و فلوریدا از ایالت‌های کلیدی در انتخابات بودند و همه به باراک اوباما رأی دادند. آقای رامنی گفت ستاد انتخاباتی آقای اوباما از سیستم قدیمی استفاده کرد و امتیازهای زیادی به گروه‌های متفاوت داد. او افزود آنها امیدوار بودند که سیاه‌پوستان، لاتین تبارها و جوانان به آقای اوباما رأی دهند. آقای رامنی که فرماندار پیشین ماساچوست است، گفت که قانون اصلاحات بیمه‌های درمانی اوباما برای برخی از رأی دهندگان بسیار مهم بود. او گفت تصور کنید که به اشخاصی که در سال 25 تا 35 هزار دلار درآمد دارند، گفته شده که می‌توانند بیمه درمانی مجانی دریافت کنند، مخصوصاً اگر بیمه نداشته باشند. بیمه درمانی در سال 10,000 دلار برای هر خانواده هزینه دارد. نبش قبر یاسر عرفات آغاز شد. عملیات نبش قبر یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطینی آغاز شده است. روز سه‌شنبه 23 آبان ماه یک عضو خانواده عرفات گفت که با توجه به موافقت تشکیلات خودگردان فلسطینی با تحقیقات در مورد علت مرگ یاسر عرفات، ماموران فلسطینی عملیات نبش قبر رهبر سابق فلسطینیان را آغاز کردند. قرار است گروهی از کارشناسان تشخیص جرم از کشورهای سوئیس، فرانسه و روسیه به منظور تشخیص علت مرگ رهبر سابق فلسطینیان به رام الله مقره تشکیلات خودگردان و محل آرامگاه یاسر عرفات عزیمت کنند و به بررسی بقایای جسد او بپردازند. خبرگزاری فرانسه به نقل از این عضو خانواده عرفات گفته است که عملیات نبش قبر و نمونه برداری احتمالاً حدود 15 روز به طول می انجامد و در مراحل متفاوت صورت می گیرد. جریمه هنگفت بی پی به خاطر نشت نفت به خلیج مکزیک. 2.7 ماه پیش پس از حادثه انفجار در سکوی حفاری دیپ واتر هورایزن که به مرگ 11 نفر و آلودگی آبهای خلیج مکزیک انجامید، شرکت بی پی با دولت آمریکا بر سر پرداخت 4.5 میلیارد دلار جریمه و خسارت به توافق رسیده است.
به گفته اریک هولدر دادستان کل آمریکا، بی پی ضمن پذیرفتن 14 مورد اتهام علیه این شرکت، موافقت خود را با پرداخت 1,260,000,000 دلار به عنوان جریمه اعلام کرده است. این رقم بزرگترین جریمه کیفری در تاریخ آمریکا است. علاوه بر این، بی پی قرار است در طول 5 سال 2,400,000,000 دلار به بنیاد ملی شیلات و حیات وحش آمریکا بپردازد و 350 میلیون دیگر را در اختیار آکادمی ملی علوم این کشور قرار دهد. بی پی همچنین باید در طی 5 سال 525 میلیون دلار به کمیسیون مبادلات و اوراق بهادار آمریکا نیز بپردازد. به گفته اریک هولدر، تفاوق بی پی با دولت آمریکا قدمی حیاتی رو به جلو است. حادثه انفجار در سکوی اکتشاف و حفاری دیپ واتر هورایزن که به بزرگترین فاجعه نشت نفت در تاریخ آمریکا تبدیل شده، در 20 آوریل 2010 رخ داد. این انفجار مرگ 11 نفر از کارکنان این سکو را به همراه داشت. در پی این حادثه، نشت نفت از محل انفجار به مدت 3 ماه ادامه داشت و ورود میلیون‌ها لیتر نفت خام به خلیج مکزیک علاوه بر آلوده کردن محیط زیست، باعث وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت به اقتصاد ایالت‌های لوئیزیانا، فلوریدا، آلاباما و میسیسیپی شد. رئیس کل بانک مرکزی: 12 تا 18 میلیارد دلار ارز خانگی در ایران وجود دارد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته است که در حال حاضر مردم این کشور 12 تا 18 میلیارد دلار ارز به شکل خانگی نگهداری می کنند. آقای بهمنی به خبرگزاری مهر گفته است اگر اشخاص ارز خانگی خود را به سپرده ارزی بسپارند، به طور قطع علاوه بر کاهش قیمت ارز، خطراتی مانند سرقت دلارها کاهش پیدا خواهد کرد. در حالی که در موارد متعددی بانک‌های ایرانی ریال به جای ارز به مشتریان حساب‌های ارزی خود تحویل می‌دهند، رئیس کل بانک مرکزی شهروندان ایرانی را که ارز خود را به صورت خانگی نگهداری می‌کنند، تشویق به سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها کرده است. آقای بهمنی گفته سپرده‌گذاران ارزی در هنگام برداشت سپرده علاوه بر اصل پول خود، قادر خواهند بود تا سود ارزی آن را نیز دریافت کنند. در هفته های اخیر همزمان با افزایش ناگهانی و کم سابقه قیمت ارز و سقوط ارزش ریال، بانک مرکزی با حسب ارز مسافرتی محدودیت های گسترده ای را برای واردات کالاها با ارز دولتی وضع کرده است.
پیداست اون سوی شیشه در دست من داره میلرزه روی دستگیره در سایه یه قد تو پیداست اون سوی شیشه در دست من داره میلرزه روی دستگیره در سایه یه قد تو پیداست اون سوی شیشه در دست من گروه همدلان این بار شما را با قدم زدن بر روی شنهای ساحل زیبای گرنه دعوت می کند. گرده همای همدلان از 16 نوامبر به 14 دسامبر تغییر یافته است. گروه همدلان از شما دعوت می کند تا در کنار دیگر عزیزان و دوستانتان جمعه 14 دسامبر روزی بیادماندنی را در منطقه زیبای گرنه و در کنار ساحل زیبای اقیانوس بگذرانید. یکی از اعضای کمیته همدلان 10 صبح روز جمعه 14 دسامبر در میدان ویکتوریا در ایستگاه ترام چشم به راه شماست تا با ترام 11:30 به طرف گلنه حرکت کنید و در آنجا عضو دیگری از همدلان در آخرین ایستگاه از شما استقبال خواهد کرد. گفتند کرم ضد آفتاب، پیراهن آستین بلند و آب همراه بیاورید و نهار هم مهمان جیب یا کیف پرسخاوت خودتان هستید. این خبر را به دیگر علاقمندان هم اطلاع دهید، چون گروه همدلان تلاش می‌کنند که همه شما عزیزان همدل در ساحل زیبای گلنه جمعه 14 دسامبر روزی شاد و خوب و خوش داشته باشید. گروه همدلان و ساحل زیبای گلنه. سلام، من آزاده افروزی امروز 18 نوامبر از رادیو ادلید در خدمتتون هستم. ساعت 15:18. دوستان عزیز، میخواستم حتما این رو خدمتتون عرض کنم که 23 نوامبر کنسرت موسیقی ایرانی در خدمتتون هستیم. 23 نوامبر یعنی همین جمعه‌ای که داره میاد موسیقی ایرانی به وسیله در واقع یک برنامه مشترک از سازمان نکسس و انجمن فرهنگی تقدیم شما خواهد شد. امکانات و سالن و این چیزاش که از طریق سازمان نکسس تهیه شده خیلی حرفه‌ای هست و بچه‌های ما هم این موسیقی ها رو اجرا خواهند کرد. من خودم شخصا شاهد بودم که چندین ماه هست که بچه‌ها در مشغول تمرین هستن و آماده کردن موسیقی تا یه جای خیلی خوبی در این برنامه داشته باشن. شب شعر رو شاید تشریف ورده باشین و اگر نوردین تشریف نداشتین فرصت نکردین، خب یه جوری میشه گفت دستتون رفته. شب شعر خیلی با کیفیتی بود، ولی اون چیزی که در واقع به لحاظ موسیقی من فقط عرض میکنم در کنسرت خواهید دید خیلی خیلی در واقع حرفه‌ای تر و تمرین شده تر از اون چیزیست که در بقیه برنامه‌های انجمن می‌بینید. چندین ماه هست به طور مرتب این بچه‌ها دارن روی این کنسرت کار می‌کنن و من انتظار یک کار فوق‌العاده رو در واقع با شناختی که از دوستان خودمون در گروه‌های موسیقی ایرانی داریم انشالله ازشون دارم در برنامه نکسس همین جمعه‌ای که داره میاد. ما حقیقت قرار بود یکی از بچه‌هایی که جزء همین گروه موسیقی هست به ما بپیونده این برنامه و ما با ایشون صحبت کنیم و ایشون اطلاعات دقیق تر و جزئی تر رو بگه. اگر اینجوری شد که بهتر، اگر هم نشد که ما خودمون با اطلاعات تکمیلی در قسمت‌های زنده بعدی در خدمتون خواهیم بود. راجع به گرفتن بلیت هم ایمیلی شما از انجمن دریافت کردین، توی اون ایمیل جزئیات این که چجوری میشه بلیت رو به صورت آنلاین اینترنتی دریافت کرد کاملا نوشته شده. انشالله که فرصت کنید مراجعه کنید از طریق وبسایت خود نکسس که سازمان در واقع فرهنگی هست و اینا کنسرت های جور و جور برگزار میکنن بر اساس موسیقی های ملت های مختلف و انواع مختلف موسیقی و این سری
با همکاری انجمن فرهنگی در واقع موسیقی ایرانی ارائه خواهد شد. انشالله که ما بتونیم، بچه های ما بتونن موسیقی خوبی حتما اجرا خواهند کرد و ما هم بتونیم به خوبی از این دوستان حمایت کنیم و در واقع عوایدی هم که حاصل از این موسیقی اجرا خواهد بود، اولا بلیت کاملا قیمت معقولیه در واقع برای اعضای انجمن که 10.5 دلار هست و حد اکثر قیمت بلیت 15.5 دلار هست و یه بلیت تخفیفی 12.5 دلار هم من فکر میکنم برای اعضای، برای پنشنرها موجود هست و کسانی که کارتهای تخفیف دیگه دارن. قیمت به نسبت قیمتهای کنسرت بسیار پایینه و در واقع نکسس همون هزینه های خودش رو برخواهد داشت و باقی میرسه به دوستانی که ماه هاست تمرین کردن. انجمن هم از نظر مالی در واقع برداشتی از این نخواهد داشت و خود دوستان اهل موسیقی که واقعا زحمت خیلی زیاد و وقت زیاد روی این گذاشتن، عوادش به خود اونا میرسه که باز در برابر زحمتی که گذاشتن و ساعت خیلی زیادی که کار کردن تقریبا ناچیز هست. ما امیدواریم که دوستان بتونن تشریف بیارن و حمایت کنن تا همین جمعه ای که داره میاد. خب من دیگه پر حرفی زیاد کردم طبق معمول، حالا ما انشالله بخش زنده بعدی هم هست و صحبت های بیشتر انشالله در خدمتون خواهیم بود. الان من تقویم تاریخ رو براتون پخش میکنم و بعد از تقویم تاریخ هم یه موسیقی و بعد از موسیقی هم ما برمیگردیم و بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. مهشید خانم هم امروز اینجا هستن. 830-35000 و 831-35000 و منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. 830-35000 831-35000 بخش فارسی رادیو ادلید، ما منتظر شما هستیم. جهان در چنین روزی، پانصد و 24 سال پیش در چنین روزی، در 18 نوامبر سال 1688 میلادی، بارتولومئو دیاز دریانورد پرتغالی به منطقه علیه جنوبی قاره آفریقا رسید. سفر اکتشافی دیاز 2 سال طول کشید و پس از بازگشت، گذشتن از انتهای جنوبی آفریقا را به اطلاع جان دوم حاکم پرتغال رساند و نام دماغه توفانها را برای این منطقه پیشنهاد داد. اما جان دوم نام امید نیک را انتخاب کرد که همچنان برای این دماغه باقی مانده است. 4 سال بعد از سفر دیاز، کریستوف کلمب از طرف حکومت پرتغال برای رسیدن به هند اعزام شد که اشتباهی به قاره ناشناخته آمریکا رسید. بالاخره واسکو دوگامای پرتغالی با 4 کشتی و کمک یک راهنمای مسلمان اولین اروپایی بود که در سال 1498 میلادی از طریق دریا به هند وارد شد. سال 5 سال پیش در چنین روزی، در 18 نوامبر سال 1907 میلادی، مجلس تازه تأسیس دومای روسیه قرارداد تقسیم ایران را دریافت کرد. طبق این قرارداد، ایران به یک منطقه نفوذ روسیه در شمال، یک منطقه نفوذ بریتانیا در جنوب و منطقه بیطرف مرکزی تقسیم شد. هفتاد سال پیش در چنین روزی، در 28 آبان ماه سال 1321 هجری خورشیدی، در هنگام جنگ جهانی دوم و اشغال متفقین، از طرف دولت ایران به هیئت نظارت اسکناس اجازه داده شد که هر مقدار که لازم است اسکناس تازه منتشر کند. در پی این اقدام قیمت ها به سرعت بالا رفت و تا چند سال تورم شدید حاکم بود، طوری که بعدها اسکناس های درشتر از 20 تومانی را از بازار جمع کردند. نود و 4 سال پیش در چنین روزی، در 18 نوامبر سال 1918 میلادی، در پی انقلاب کمونیستی در روسیه، لتونی استقلال خود را از این کشور اعلام کرد. اما حدود 20 ماه بعد ضمیمه شوروی شد و تا سال 1991 جزئی از شوروی باقی ماند. ۶۶ سال پیش در چنین روزی،
در 28 آبان ماه سال 1325 پس از توافق دولت ایران با شوروی و خروج نیروهای شوروی از آذربایجان، ارتش ایران به قصد پایان قائله خودمختاری آذربایجان وارد زنجان شد که قبل از آن تحت حمایت ارتش شوروی در اختیار حزب دموکرات آذربایجان بود. ظرف 23 روز قائله حزب دموکرات به پایان رسید، اما در این عملیات مردم عادی منطقه نیز آسیب دیدند. سی و چهار سال پیش در چنین روزی در 18 نوامبر سال 1978 میلادی 914 آمریکایی عضو یک فرقه مسیحی که به کشور گویان در آمریکای جنوبی مهاجرت کرده بودند، با خوردن آب انگور و سیانور دست به خودکشی دست جمعی زدند. رئیس این فرقه کشیش جیم جونز بود که گرایشات سوسیال مسیحی داشت. وی مخالف فساد و تبعیض بود و چنان مقبولیت یافت که شهردار سان فرانسیسکو او را دعوت به فسادزدایی از شهرداری کرد و سازمان مسکن سان فرانسیسکو را به او سپرد. جیم جونز با ساختن مجموعه‌های آپارتمان‌های دولتی مشکل بی‌خانمانی در سان فرانسیسکو را از بین برد. او سرانجام با ارائه نظرات خاصی در مورد اموال عمومی وارد منازعه با سازمان مالیات بر درآمد آمریکا شد و با فشار این اداره برای ساخت یک مدینه فاضله با عده‌ای از طرفدارانش از آمریکا خارج شد. در روز خودکشی دست جمعی پیروان فرقه، خود جونز هم در همانجا و میان طرفدارانش به گلوله خودکشی کرد. Thank you.
دوستان امیدوارم که از تیکه دو قسمتی که خدمتون پخش شد خوشتون اومده باشه. من یه توضیح مختصری خواستم بگم راجع به اون کشیش جیم جونز که توی تقویم تاریخ صحبتش بود، که به اصطلاح روایت رسمی اینه که ایشون رو تمام اعضای فرق خودکشی کردن، ولی یه روایت غیر رسمی هم هست که ممکن دولت آمریکا یا حالا یه عده‌ای که مرتبط با دولت آمریکا بودن یا از این صحبت‌ها توی این در واقع خودکشی که در واقع توی روایت دوم دیگه خودکشی نیست و قتل شریک بودن، که فیلم هم فکر کنم تو همین زمینه ساخته شده. به هر حال یه سری شک و تردید وجود داره در این باره. من امروز یه خبری دیدم که فکر کردم شاید برای شنوندگان عزیز ما هم جالب باشه. خبر از این قراره: بعضی از پژوهشگران معتقد هستن که گروه خونی شما تنها بیماری های شما رو نشون نمیده، بلکه بخشی از خصوصیات فردی شما رو هم نشون میده. به طور مثال افرادی که گروه خونی آ دارن، اونا افرادی منظم و دلسوز هستن، مدیرانی باهوش هستن، اما مدیرانی پر اشتباه به حساب میان. اگه گروه خونی همسر شما آ باشه، اون فردی مشکل پسند و منظمه، اون عاشق هماهنگی و موقعیت‌های شفافه و بیشتر از صاحبان هر گروه خونی دیگه‌ای از قانون پیروی می‌کنه. شاید بد نباشه بدونید که ریچارد نیکسون و هیتلر افرادی از این گروه خونی هستن. و هم گروه خونی او، افرادی رقابت جو و ریسک پذیرن، مدیرانی مقتدر یا مافیای مخرب. رونالد ریگان، ملکه الیزابت و پسرش پرنس چارلز و اصولاً اعضای برجسته اعضای گروه‌های بزرگ مافیا هم دارندگان گروه خونی او هستند. این گروه چه در رشته‌های ورزشی وارد بشن و چه در کسب و کارشون همیشه در خط مقدم هستند و عاشق رقابت. و اما گروه خونی بی، ساختار شکن و نوآور، عاشق تمرکز و جنگ. جمعیت دارندگان این گروه خونی زیاد نیست، اما میتونیم اونها رو در دسته جالبترین آدمهای روی زمین به حساب بیاریم. افراد این گروه خونی رو هر کسی نمیتونه تحمل کنه. این افراد به شدت رک هستن و دوست دارن سری سر اصل مطلب برن. اونها به قوانین اهمیت زیادی نمیدن، همیشه در صف اول هستن. اونها بی قید و بند هستن و افرادی انعطاف پذیر به شمار میان. این افراد تیزهوش هستن، اما هرگز نمیتونید اونها رو کنترل کنید یا وادارشون کنید که کاری رو که دوست ندارند انجام بدن. دوستان عزیز، شاید بهتر باشه که قبل از اینکه جواب بله رو بدید از خواستگارتون بپرسید که گروه خونیش چیه. خب من واقعش گروه خونی خودم یادم نمیاد، چون آزاده که داشتین رو میخون من یاد خودم افتادم. خودتو نزدیک به چی دیدی؟ من فکر میکنم او باشم، ولی مافیا اینا نمیخوردن. مافیا اینا فکر میکنم خیلی حالت دو... من به توصیه میکنم حتما گروه خونه تو بدونی زودتر. آره من هم حالا انشالله که فکر میکنم اوه، ولی حالا چون حالت تو دانش کردم به ما میگن پرژن مافیا دارو دسته ایم، ولی مافیا خوب بیازاریم، ولی که حالا کاریم کسی نداریم که. امیدوارم همینطوری باشه. خب اینم از اوضاع گروه خونیتون که حالا برید آمارشو در بیارید. ملکه الیزابت گفتین گروه خونی ای بود؟ نه او هستانیشون، اونم از مافیا از خود هستانیشون. راجع به ملکه الیزابت یه برنامه خیلی کوتاه ما درست کرده، نه راجع به خودشون، یه اتفاقی که در حاشیه کارهایشون افتاده، و بعد از این برنامه کوتاه یه موسیقی خدمت شما پخش میشه. بعد از این دو قسمت که گذشت ما برمیگردیم و انشالله بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. آگهی ملکه بریتانیا برای استخدام یک خدمتکار زن جهت کار در کاخ وینسور انتقادات رسانه ها را به دنبال آورد. خانواده سلطنتی بریتانیا با انتشار آگهی نیاز به استخدام یک خدمتکار زن برای کار در کاخ وینسور را اعلام کرد. خدمتکار مورد نیاز 30 ساعت در هفته از 8 صبح تا 1 ظهر برای نظافت و تعویض ملافه ها در بخش خانواده سلطنتی کاخ وینسور کار خواهد کرد.
قلعه وینسور واقع در شهر وینسور انگلستان به مساحت 45 هزار متر مربع بزرگترین قلعه دنیاست. ملکه اکثر آخر هفته های خود را در آنجا سپری می کند. به این نیروی کار جای خواب داده نمی شود. حقوق ساعتی اعلام شده از طرف خانواده سلطنتی برای این شغل 78 پنس کمتر از حداقل دستمزد اعلام شده از طرف دولت است. دولت بریتانیا حداقل دستمزد برای هر ساعت کار در لندن را 8 پوند و 55 پنس و در خارج از پایتخت 7 پوند و 45 پنس اعلام کرده است. هر یک پوند 100 پنس است. برخی از فعالان اجتماعی با انتقاد از ملکه بریتانیا به دلیل اعلام دستمزد کمتر از حداقل دستمزد گفتند که وی الگوی بدی از فعالیت‌های آنها برای افزایش دستمزد کارگران غیر ماهر ایجاد کرده است. یک نماینده پارلمان بریتانیا هم گفت ملکه از بودجه عمومی حمایت مالی بزرگی را دریافت می‌کند. به همین دلیل نباید به کارگران خود دستمزدهای حداقلی بپردازد، زیرا این موضوع الگوی بدی را برای دیگر کارفرمایان ایجاد می کند. سخنگوی کاخ باکینگهام در لندن، مقر رسمی الیزابت دوم، ملکه 86 ساله بریتانیا، در واکنش به این موضوع گفت همکنون در حال بررسی و تجدید نظر سیاست‌های خود در زمینه دستمزدها هستیم. در کاخ باکینگهام بیش از 250 کارمند و کارگر از جمله آشپز و خدمتکار فعالیت می کنند. این کاخ به تازگی برای استخدام کارمندی برای مدیریت سرویس های بهداشتی سلطنتی، خدمتکاری در کاخ مورال، یک ساعت ساز و یک راننده آگهی داده بود. کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه، خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه. کنارم هستی و بازم بهونه هامو میگیرم، میگم با چقدر سرده میام دستاتو میگیرم. یه وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم، از اینجا تا دم دردم بری دلشوره میگیرم. فقط تو فکر این عشقم، تو فکر بودن باهم، محاله پیش من باشی برم سرگرم خانیشم. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو هم مثل منی انگار از این دل تنگی ها داری، تو هم از بس منو میخوای یه جورایی خدازاری یه جورایی خدازاری. کنارم هستی و انگار همین نزدیکی هستن، مگه موها تو با کردی که موجش اومده اینجا قشنگ رد پایش بیا بیچه زیر بس. اگه حال منو داری میفهمی یعنی چی این هم. میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم، روزایی که حواسم نیست بگم خیلی دوست دارم. تو همه
مثل منی انگار از این دل تنگی ها داری تو هم از بس منو میخوای یه جورایی خدا زایی یه جورایی خدا زوری گروه همدلان این بار شما را به قدم زدن بر روی شنهای ساحل زیبای گلنه دعوت می کند. گرد همای همدلان از 16 نوامبر به 14 دسامبر تغییر یافته است. گروه همدلان از شما دعوت می کند تا در کنار دیگر عزیزان و دوستانتان جمعه 14 دسامبر روزی بیادماندنی را در منطقه زیبای گلنه و در کنار ساحل زیبای اقیانوس بگذرانید. یکی از اعضای کمیته همدلان 10 صبح روز جمعه 14 دسامبر در میدان ویکتوریا در ایستگاه ترام چشم به راه شماست تا با ترام 11:30 به طرف گلنل حرکت کنید و در آنجا عضو دیگری از همدلان در آخرین ایستگاه از شما استقبال خواهد کرد. گفتند کرم ضد آفتاب، پیراهن آستین بلند و آب همراه بیاورید و نهار هم مهمان جیب یا کیف پرسخاوت خودتان هستید. این خبر را به دیگر علاقمندان هم اطلاع دهید، چون گروه همدلان تلاش می‌کنند که همه شما عزیزان همدل در ساحل زیبای گلنل جمعه 14 دسامبر روزی شاد و خوب و خوش داشته باشید. گروه همدلان و ساحل زیبای گلنل. شنوندگان عزیز، سال جدید، سال 2013 نزدیکه. ادلیت چهره جدیدی به خودش گرفته. تکاپوی زیادی تو شهر دیده میشه. آخر هفته گذشته شاهد مراسم پجنت بودیم که خب من فکر میکنم یکی از مراسم باشکوهی بود که میتونستیم تو شهر ادلیت ببینیم. مرتضی، نظر تو در مورد این مسئله چیه؟ بله بله، البته اما من خودم چون فکر کنم دفعه ششم بود که این وقتی که من تو ادلیت هستم در واقع این اتفاق افتاد، شاید یه خورده برای من عادی شده، ولی بازم آدم شور و حال سال جدید رو که میبینه هم یه جورایی یاد دم عید ایران میفته، و ولی به هر حال انرژی مثبتی من همیشه از این وضعیت و این چراغا و این درخته و این چیزا که این ور اون ور نصب میکنن آدم میگیره. به هر حال یه سال جدیده، یه تعطیلاته، یه فرصت برای مردم که اوقات خوشی رو با هم بگذرونه. دقیقاً همینطوره. منم این روزا کم کم دارم به این فکر میکنم که داریم نزدیک میشیم به سال جدیدی که خودمون توی ایران تو ماه اسفند داریم. شور و حال اسفند رو میتونیم کم کم اینجا هم ببینیم. انشالله که آره، البته خب از دو تا جنس مختلفه، ولی به هر حال هر وقتی مردم خوشحالن یه جور عید داره میاد، اون انرژی که مردم دارن به خود با آدم میان که از بیرون داره نگاه میکنه منتقل میشه. بعد من یه چیزی دیگر راجع به کنسرت میخواستم اضافه کنم دوستان، چون من فکر نمی کنم دیگه دوستانی که نوازنده هایی که میخوان تو کنسرت بزنم فرصت کنم برسم به رادیو، این هست که مکان کنسرت رو من خدمتون بگم، نکسس کابارت، و آدرسش هم در واقع توی لاین آرتس سنتر هست، تقاطع نورث ترس و خیابون مورفت تو خود سیتی ادلید، تقاطع نورث ترس و خیابون مورفت. بعد من ساعت اجرام 8:30 هست، 8:30 شب جمعه شب، و یه عذرخواهی هم بکنم پیشا پیش از اگر دوستان به اصطلاح انتظار دارند، و حالا شاید هم به حق هست که در واقع ما به عنوان انجمن بیشتر
در بلیت فروشی بتونیم خدمات دهی کنیم، چون این بلیت فروشی این برنامه کلن انحصاراً توسط خود سازمان نکسس انجام میشه. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اطلاع رسانی که از طریق ایمیل انجام شده. اگر اطلاعات بیشتری میخوایم من خواهش میکنم میتونیم با خود سازمان نکسس تماس بگیریم که آیا غیر از اینترنت هم راهی برای فروش هست یا نیست. در واقع کلن به وسیله اون سیاست هایی که سازمان نکسس داره فروش بلیت انحصاراً با خود همین سازمان هست و اونان که دارن این کار رو مدیریت میکنن، فقط یه تخفیفی به اعضای انجمن داده شده برای دوستان که به صورت آنلاین اینترنتی خرید میکنن، که حالا جزئیات این که چجوری از این تخفیف استفاده کنید رو به وسیله ایمیل خدمت شما ارسال شده. من یه لیستم از در واقع فهرستم از دوستانی که هنرمندای عزیز ایرانی که اون روز برنامه خواهند داشت، هم ما برنامه سنتی خواهیم داشت و هم موسیقی پاپ، اول سنتی و بعد پاپ، ساعت 8:30 جمعه همجور که عرض کردم، خانم رویا زارعی، آقای پوریا آریان، آقای بابک اسماعیلیان، خانم مهزاد فرد، آقای محمد میرحسینی، آقای رحیم نیکزاد و آقای علی هدایتی دوستانی هستم. حالا من سرجم به صورت حالا سنتی و پاپ رو جدا نکردم، کلن اینا دوستانی هستن که اون شب اجرا خواهند داشت، چه به صورت خواننده یا به عنوان نوازنده، و انشالله که بتونید تشریف بیارید و از این برنامه استفاده بکنید. دوستان عزیز، ما منتظر شما هستیم. من خودم شاهد بودم که دوستان عزیز تو این ماهای اخیر خیلی زحمت کشیدن و همچنان در حال تمرین هستن. مطمئنم که برنامه زیبایی رو اجرا خواهند کرد. حتما بلیط تهیه کنید زودتر و دوره هم باشیم، خوش میگذره انشالله. من برنامه خسرو شیرین رو الان خدمت شما پخش میکنم. بعد از برنامه خسرو شیرین یه آهنگ زیبا از خانم مرضی است، بعد از اونا برمیگردیم با هم صحبت خواهیم کرد. من جای مونا رو خالی کنم. مونا حقیقتا قبل از تقریبا نزدیک به شروع برنامه توی استودیو بود و ما کمک کرد، در واقع موسیقی های ما رو مونا تهیه کرد و به اصطلاح آماده کرد و پیاده کرد. منطقه مرتبه به علت یه مشغله ناگهانی که براش پیش اومد مجبور شد که ما رو ترک کنه، ولی به هم موسیقی که حالا آماده کرده به جای خودش اینجا حضور دارن توی رادیو. دو هفته پیش برای من در واقع مشکلی پیش اومد، مشکل که در واقع نبود، مسافرتی پیش اومد و مونا به اصطلاح به هم راهی بقیه دوستان تونستن اون برنامه رو جمع جور کنن. یه تشکر ویژه هم من بده کنم با آقای سروش که اون روز در واقع اومدن تو استودیو و بچه های ما رو کمک کردن تا بتونن خوب برنامه رو جمع جور کنن. و حالا به اصطلاح به حال ما ها حالا غیر از آقای سروش که حسابش شاید جدا ساده و استاد ما ها حساب میشه، خب حرفه ای نیستیم و باید با زندگی شخصی و مشکلات کاریمون اینا رو در واقع تعادل برقرار کنیم و تا اونجایی که میتونیم انشالله بتونیم برنامه که در حد مقدورات با کیفیت خدمت شما تقدیم کنیم. من خود رو شیرین رو خدمت شما پخش میکنم، بعد موزیک و بعد از موزیک ما برمیگردیم دوباره با هم صحبت خواهیم کرد. ما منتظر تلفن های شما هستیم، 831-35000 830-35000 این تلفن های شما هستن که به ما انرژی میدن تا بتونیم برنامه های هرچه بهتری برای شما تهیه و پخش بکنیم. قسمت‌های پیشین داستان خسرو و شیرین از زبان نظامی به آنجا رسید که با تشویق شاپور مشاور خسرو، شیرین از ارمنستان به سوی تیسفون پایتخت به راه افتاد و همزمان خسرو هم که از بدبینی پادشاه به خود بیم داشت از ترس پایتخت را بی اطلاع ترک کرد تا مدتی به ایالت ارمنستان برود، بلکه اوضاع دربار آرام و خطر از او رفع شود. خسرو پرویز و شیرین به طور اتفاقی در راه به هم برخوردند. روزی که شیرین در آبگیری برهنه در حال آبتنی بود، خسرو هم دور از همراهانش به آنجا رسید. نخست شیرین متوجه خسرو نشد و
و خسرو پرویز شیرین را تماشا کرد و شیفته زیباییش شد. وقتی شیرین خسرو را دید، خسرو روی از شیرین گرفت تا خجالت نکشد. شیرین مشابهت این فرد ناشناس و تصویری که شاپور از خسرو کشیده بود را دریافت و در دل هم به این مرد تمایل داشت. اما لحظه ای اندیشید که اگر این مرد خسرو نباشد، چون به خسرو پرویز متعهد است، همراهی با این مرد خطاست و اگر هم خسرو باشد، بهتر است او را با تشریفات ویژه ببیند و نه در این حال. در همان لحظه بر پشت اسب خود شبدیز جست و به سرعت دور شد. خسرو به سمت شیرین برگشت، اما اثری از او ندید. کمی در آن اطراف چرخید، اما شیرین ناپدید شده بود. خسرو از اینکه چرا از فرصت استفاده نکرده سخت پشیمان شد و اکنون ادامه ای ماجرا. در این قسمت نظامی ابیاتی دیگر بر شرح پشیمانی شدید خسرو می آورد و دریغ خوردن او از اینکه گذاشته چنان زیبارویی که برهنه در چشمه بود به همین راحتی از دستش برود. آخر به این نتیجه می رسد که اگر این زیبارو آدمیزاد بود که نمی توانست به این سرعت دور شود، پس او احتمالاً پری بوده و پری در اطراف چشمه ها زیاد است. خسرو خود را اینطور راضی می کند که آنچه او دیده پری بوده و پری هم همیشه از آدمیزاد دوری می کند. پس کامگیری از آن زیباروی ممکن نبوده. حتما شایسته هم نبوده مردم فکر کنن خسرو یک پری را دوست داشته است. با این توجیه و با ناامیدی و غم از آن منطقه دور شده و راه خود به سوی ارمنستان را ادامه داد. گلی دیدم نچیدم بام دادش، دریغا چون شب آمد برد بادش. در آبی نرگسی دیدم شکفته، چو آبی خفته و از او آب خفته. برون آمد گلی از چشمه آب، نمیگویم به بیداری که در خواب. کنون کان چشمه را با گل نبینم، چو خاران به که بر آتش نشینم. که فرمودم که روی از مه بگردان، چو بخت آمد براحت ره بگردان. کدامین دیو طبعم را بر این داشت، که از باغ ارم بگذشت و بگذاشت. همه جایی شکیبایی ستوده است، جز این یک جا که سید از من رو بوده است. چو برق از جان چراغی برفروزم، شکیب خام را بر وی بسوزم. اگر من خوردم ایزان چشم آبی، نبایست دیز دل کردن کبابی. نصیحت بین کان هندو چه فرمود، که چون مالی بیابی زود خور زود. در این باغ از گل سرخ و گل زرد، پشیمانی نخوردان کس که برخرد. زنم چندان تپانچه بر سر و روی، که رورب یاربی خیزد زهر موی. مگر کاسود تر گردم در این درد، تنور آتشم لختی شود سرد. ز بحر دیده چندان دور ببارم، که جز گوهر نباشد در کنارم. کسی کو را ز خون آماس خیزد، که آسوده شود تا خون نریزد. زمانی گشت گرد چشم نالان، به گریه دست ها بر چشم مالان. زمانی بر زمین افتاد متهوش، گرفتان چشمه را چون گل در آغوش. از آن سرو روان که از چنگ رفته، ز سروش آب و از گل رنگ رفته. سهی سروش فتاده بر سر خاک، شده لرزان چنان که از باد خاشاک. به دل گفتا گر این مه آدمی بود، کجا آخر قدمگاهش زمی بود؟ وگر بود او پری، دشوار باشد پری بر چشمه ها بسیار باشد. به کس نتوان نمودین داوری را، که خسرو دوست می دارد پری را.
مرا از این کار کامی بر نخیزد، پری پیوسته از مردم گریزد. به جفت مرغابی باز کی شد، پری با آدمی دمساز کی شد. سلیمانم بباید نام کردن، پس آنگاهی پری را رام کردن. از این اندیشه لختی باز می گفت، حکایت های دل پرداز می گفت. به نومیدی دل از دلخواه برداشت، به دارالملک ارمن راه برداشت. Go!
خب امیدوارم تا اینجای برنامه از برنامه ما خوشتون اومده باشه. حقیقت یکی از دوستان من اخیرم راجع به برنامه نظامی خسرو و شیرین به من میگفت که زودتر این حالا خلاصه تر داستانو بگو و بیتا رو بگذر و از سریعتر نزدیک بشیم به انتهای داستان، ولی من گفتم که هم دلم نمیاد چون من اصلا شخصا دلبستگی زیادی به حکیم نظامی دارم و بعد اینا حیف اینا توش حکمت بی خود که بهش نمیگن، به نظامی نمیگن حکیم. حالا یکی از اون حکمت ها که توی این قسمت این دفعه و دفعه قبلی بود و من خدمتون عرض میکنم، از این حکمت های بین المللی در واقع هست که تاریخ مصرف هم نداره. من میگه مقایسه میکنم بین این داستان، امیدوارم حضور ذهن داشته باشین از چند دقیقه پیش که شیرین خانم و جناب خسرو پرویز خان به هم رسیدن توی مسیر و شیرین خانم اول نگاش کرد شبیه اون عکسی که از قبل از خسرو پرویز دیده، ولی لباسش لباس پادشاهی نیست، شک کرد، گفت اگر خسرو پرویز نباشه که خوب نیست من با این برم چون من به خسرو پرویز تعهد دارم، اگرم باشه بهتر من تو تشریفات ببینه با یه سری با در نظر گرفتن 4 تا فرض معقول منطقی که شبیه بودن لباسش و اینکه تعهد داره و اینکه بهتر با تشریفات خسرو پرویز رو ببینه سریع تصمیم سازی کرد، در کسری از ثانیه سوار اسبش رو رفت که خسرو پرویز برگشت اصلا نفهمید کجا رفته. بعد اون خسرو پرویز استنتاجش که واقعا به اصطلاح تقریبا استنتاجی نداشت، به درد خودمون میخورد. بعدم بلافاصله بعد اینکه این خانم رفت تا 3-4 ساعت زده تو سر خودش رو گریه کرده و خودش رو انداخته تو چشمه و زاری و اینا، تازه فکر کرده پروفسور بعد از 3-4 ساعت به این نتیجه رسیده که شیرین خانم پری بوده و به درد نمیخوردن، احتمالا پری بوده که به این وضعیت رفته و اومده و رفته. این کیفیت استنتاج به اصطلاح، حالا البته من توهین نشه به دوستان، ولی فکر کنم استنتاج آقایون در مورد روابط عشقیشون و اون استنتاج خانوم هاست چقدر معقول سری با در نظر گرفتن فرضیات منطقی، و این یکی اومد استنتاجمون پری بود. بعدم 3 ساعت تازه داشت فکر میکرد و داه و ناله میکرد میزد تو سر خودشون، در کسری از ثانیه شیرین خانوم تصمیم گرفت. این یکی از به نظر من حکمت های کلوب نظامی داره اینجا نشون میده که از قدیم هم ظاهرن همینجوری بوده، الان همینجوری که ما میبینیم ظاهرن هست. خب مرتضی، این از خصوصیات بارز خانم های اونا اغلب در کسری از دقیقه میتونن تحلیل های زیادی رو روی ماجرا داشته باشن و احتمالات زیادی رو در نظر بگیرن، برای همینه که به نظر من اصولا آقایون فکر میکنن که شخصیت خانم ها خیلی پیچیده است، یه وقتایی هم فکر میکنن از خانم ها رو دست خوردن. من فکر میکنم این خیلی زیباه، به خاطر اینکه اگه تو بتونی عکس العمل طرف مقابل تو پیش بینی بکنی که خب اصلا جالب نیست، اون وقت برات هیچ کاری تازگی نداره. این کاری که شیرین خانم کردن جالب بود چون جناب خسرو مجبور شدن تحمل کنن دوباره. بله البته میگن تازه این چند تقریبا داستان مال 1500 سال پیشه، خدا آخر عاقبت ما رو ان شاء الله در این دوره مدرن و اینا برابر این چیزو خیر کنه و ان شاء الله که بخیر کنه. حالا من یه برنامه دیگه خدمت شما پخش میکنم، بعد از اون برنامه یه آهنگ، و بعد از اون آهنگ ما برمیگردیم بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. مرد نیجریه‌ای که 86 همسر دارد به مردان دیگر توصیه کرده است که عمل او را دنبال نکنند. این مرد که همه او را بابا می‌نامند، همراه با همسران 976 فرزندش در ایالت نایجر نیجریه زندگی می‌کند. او می‌گوید دلیل اینکه از عهده این امر برآمده است کمک خداوند به او بوده است. او به بی بی سی گفت مردی که حتی 10 زن داشته باشد متلاشی می‌شود، اما به گفته او این توانایی از طرف خدا به او داده شده است تا با 86 همسر زندگی کند. این مرد میگوید که شهرت او به حیث یک رهبر موجب جذب توجه همسرانش به او بوده است. وی میافزاید من به دنبال آنها نمیروم، آنها به دنبال من میآیند. عقیده من این است که خداوند از من خواسته است که این کار را کنم.
مقامات مذهبی نیجریه ادعاهای او را انحراف‌آمیز خواندند. تعداد زیادی از همسران این مرد جوان هستند و تعدادی از آنها حتی جوانتر از فرزندانش هستند. همسران این مرد میگویند که آنها زمانی با او آشنا شدند که برای معالجه بیماری‌های خود نزد وی رفتند. یکی از آنها 25 سال داشت وقتی که با بابای 74 ساله عروسی کرد. وی میگوید خداوند به من گفت تا زن او شوم و همینطور شد. این مرد و همسرانش کار خاصی ندارند و درآمد معینی هم ندارند و اینکه بابا از کجا برای آنها غذا و لباس تهیه میکند امری است که او از گفتنش خودداری میکند. این خانواده 12 کیلو برنج را در یک وعده میپزند. به گفته او این هم از طرف خداست. این مرد گاه گاهی فرزندانش را به گدایی میفرستد. او به داروهای شیمیایی اعتقادی ندارد و میگوید مرض مالاریا وجود ندارد. او میگوید اگر کسی مریض باشد من قادر به از بین بردن آن مرض هستم. اما یکی از همسران این مرد میگوید که او نتوانست دو فرزندش را که بیمار بودند معالجه کند و در نتیجه آنها مردند. اما بابا میگوید آنها مریض بودند و ما به خداوند گفتیم و خداوند گفت که زمان مرگ آنها فرا رسیده است.
هم از آهنگی از آی نامجو، هر امیدوارم که باب سلیقه منا بوده، باب سلیقه ادعای حداقل از شنونده های برنامه ما باشه. من دیگه داریم تقریبا به اواخر برنامه نزدیک میشیم، نوبتی هم باشه دیگه، نوبت حافظ هست. من طبق معمول همه دفعه یه غزل خدمت شما میخونم و بعد از غزل هم با یه آهنگ در خدمتون خواهیم بود و بعد از اون آهنگ یه صحبت های پایانی رو انشالله با هم خواهیم داشت. بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد، کتاب من به جهان طره فلانی داد. دلم خزانه اسرار بود و دست قضا درش ببست و کلیدش به دل ستانی داد. شکست وار به درگاهت آمدم که طبیب به مومیای لطف تو هم نشانی داد. تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش، که دست دادش و یاری ناتوانی داد. برو مالجه خود کنی نصیحت گو، شراب و شاهد شیرین که رازیانی داد. گذشت بر من مسکین و با رقیبان گفت، دریق حافظ مسکین من چه جانی داد. چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه. میدونستی که چشم شکل یه نقاشیه که تو بچگی میشه کشید. چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمات گرمون عجیبه. تو که چشمات خیلی قشنگه، رنگ چشمات خیلی عجیبه، تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرمون عجیبه. میدونستی همه یه آرزوهامو واسه یه چشم قشنگ تو حروم. میدونستی که جوونی به واسه چشم عجیبه تو سوزوندم رفتش.
دلان این بار شما را به قدم زدن بر روی شنهای ساحل زیبای گلنه دعوت می‌کند. گرد همای همدلان از 16 نوامبر به 14 دسامبر تغییر یافته است. گروه همدلان از شما دعوت می‌کند تا در کنار دیگر عزیزان و دوستانتان جمعه 14 دسامبر روزی بیادماندنی را در منطقه زیبای گلنه و در کنار ساحل زیبای اقیانوس بگذرانید. یکی از اعضای کمیته همدلان 10 صبح روز جمعه 14 دسامبر در میدان ویکتوریا در ایستگاه ترام چشم راه شماست تا با ترام 11:30 به طرف گلنل حرکت کنید و در آنجا عضو دیگری از همدلان در آخرین ایستگاه از شما استقبال خواهد کرد. گفتند کرم ضد آفتاب، پیراهن آستین بلند و آب همراه بیاورید و نهار هم مهمان جیب یا کیف پرسخاوت خودتان هستید. این خبر را به دیگر علاقمندان هم اطلاع دهید، چون گروه همدلان تلاش می کنند که همه شما عزیزان همدل در ساحل زیبای گلنر جمعه 14 دسامبر روزی شاد و خوب و خوش داشته باشید. گروه همدلان و ساحل زیبای گلنر. از دوستای عزیزی که امروز با ما تماس گرفتن تشکر میکنم، مخصوصا از خانم روحانی عزیز که از شنوندگان پروپا قرص برنامه ما هستن و همیشه ما رو مورد لطف قرار میدن. اگر اشکال نداشته باشه دوست دارم از دوستان عزیزی هم که دیروز و امروز در کنار من بودن و با آرزوهای قشنگشون منو همراهی کردن تشکر کنم. از شما شنوندگان عزیز هم که امروز من رو به جای منا پذیرا بودین سپاسگزارم. امروز تولد آزاده بود و من حالا فراموش کردم هم گفتیم شاید تو برنامه خیلی خودش دوست داشته باشه مطرح بشه که به اصطلاح من تو مفصل تبریک گفتیم توی خوابگاه و از هم من خودم و هم بقیه بچه ها و الانم دوباره جلوی شما تبریک میگم. متشکرم. این از تولد آزاده که من اصلا میگم فراموش کردم عنوان کنم. باید تشکرم بکنم از دوستانی که تو تهیه این برنامه تو این چند روز، چون در واقع فقط امروز نیست، معمولا یکی دو نوبت ضبط داریم و بعدم برنامه ها رو بعد ادیت بکنیم و موزیک ها آماده بکنیم تا به همچین لحظه برسه که دیگه اواخر برنامه است. علیرضا که همیشه زحمت اخبار ما روی دوش علیرضا بوده، تو هر حالی باشه، مریض باشه نمیدونم یا سر حال باشه، سعی میکنه خودشو برسونه و برنامه رو همیشه به موقع آماده میکنه. تارا و کامیار که برنامه شب یلدا رو برای شما تهیه کردن و تو گویندگی هم مشارکت کردن، مونا، فرزین و البته مهشید خانوم هم که سابقهش تو رادیو از خود من بیشتر است، قدیمی های رادیو هستن و همیشه اینجا حضور داشتن و در واقع در نقش روابط عمومی رادیو هر وقت شما زنگ بزنید معمولا صدای مهشید خانم رو خواهید شنید. امیدوارم که هفته آینده برای شما هفته خوب باشه و انشالله بتونید فرصت بکنید و هم هفته آینده که برنامه جناب سروش هست، هفته بعدش که برنامه ما هست، همینجوری برنامه های رادیو رو گوش بکنید و هر وقت هم دوست داشتین به ما زنگ بزنید. الان من موزیک آخر رو پخش میکنم، موزیک خداحافظی ماست و این چند دقیقه هم وقت خوبیه که اگر فرصت کردیم به ما زنگ بزنید، چون دیگه ما استرس آماده کردن بخش بعدی و صحبت های بخش زنده و این چیزا رو هم نداریم. خدا نگهدار شما باشه، امیدوارم که هفته آینده هفته خوب سرشار از موفقیت و سلامتی داشته باشید. شاد و سربلند باشید. بدرود.
اگر کنار این دل از این تو اهل و بستی نبیه من اخبار نبیه من چه نگران شدستی چرا نم را از این ذکر از پیر خستی اگر که با این دل از این تو اهل و بستی نبیل من اخبار بیل من چهران شدستی چهران